با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 15 از ماه فوریه سال 2016 میلادی. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. عمدتا کجروی ها در گفتار و دروغ ها و مغالطات و اینکه ما مردم چندین قرن هست که گرفتار دروغ و در بند دروغ و مغالطه هستیم و هیچ یک از این اندیشه های ما بر اثر تلقینات دروغ، به خصوص دروغ مذهبی، باعث شده است که ما به هیچ حقیقتی راه پیدا نکنیم و همچنان در قرن 21 اسیر و گرفتار و هاج و واج و پریشان و مغموم عرض کنم که به اطراف می نگریم و از آینده خود هیچ خبری نداریم و امیدها هم روز به روز کمتر می شود. این است که ما از خود باید شروع کنیم. این هر فردی در جامعه مانند یک سلولی است در بدن. این هست که این فرهنگ فردی است که فرهنگ جمعی رو می سازد. بنابراین ما باید از خود آغاز کنیم. حالا من این غزل حافظ خدمتتون می خونم، یک توضیحات بیشتری خدمت شما خواهم داد. بله، غلام نرگس مست تو تاجدارانم، خراب باده لعل تو هوشیارانم، تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانم. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز. غماز یعنی بسیار سخنچین. میگوید عاشق و معشوق رازدارانند، اما چه چیزی راز رو برملا میکند؟ این اشک عاشق است. بله، و صبا، تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه سود وارانند. به به، یمین و یسار، یعنی دست راست و دست چپ، یمین و یسارت چه سود وارانند. گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین، که از تطاول زلفت چه بی قرارانم. نصیب ماست بهشت ای خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانم. ببین، ایراد فلسفی خیلی مهمی حافظ بزرگ گرفته است به نگرش آخوند به داستان عدل خداوندی. میگوید بهش نصیب ما گناهکاران هست، نه نصیب شما. چرا؟ به جهت ای که میگیم خداوند عادل است، خداوند مهربان است، خداوند کریم است، خداوند رحیم است، کرامت و رحمت و بخشش و بزرگیش اونجایی معلوم میشه که گناهکار رو ببخشه، نه اینکه از بام تا شام سر به زمین بسایی و گریه کنی و خودتو سگ بکنی و ناله بکنی و مرتب خودتو تحقیر بکنی و اونقدر خودتو تحقیر بکنی در مقابل این خدای موهوم که هیچی برای خودت باقی نماند از شخصیت و بهش بروی. و میگه امکانی نداره که
بزرگی لازم نداره، رحمتی لازم نداره، کسی اینقدر نوکری میکنه و تو سری میخوره و بدبختی و ذلت و خودش اونقدر ذلیل میکنه در مقابل خدا به بهش رفتنش که مهم نیست. این چیزی از رحمت خدایی نمیگه. رحمت زمانی است که گناهکاران بخشوده بشود و بهش برود. نصیب ماست بهش، ای خدا شناس، برو مستحق کرامت گناهکارانند. این رندی که گفتن که فقط بر پیکر حافظ میزیبد، این زیبایی ها و پیچیدگی هاست در سخن. بله، نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانم. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته، که من پیاده می روم و همرهان سوارانم. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کنجا سیاهکارانم. خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگاران. به به زه زه از این هنر، و به 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 این گفتار. غزل یک دست، هر بیتی درخشان تا پایان، و اندیشه بی اندازه نیرومند و انتقادی و انتقادی. نقد کرد حافظ شیخ رو، آخوند و ملا رو، کرامت خدا رو، خود خدا رو اینجا نقد کرد. بله، خدمت شما عرض میکنم که ما مردم اسیر ایران 80 میلیونیم، 80 میلیون اسیر، زنجیر بر پا و زنجیر بر گردن زندگی میکنیم. مثلا داریم زندگی میکنیم، بر هیچ چیز خود حاکم نیستیم، نه به جان خود در واقع مالکیت داریم، نه به حیثیت انسانی خود مالکیت داریم، نه به مال خود مالکیت داریم، نه به مملکت و وطن خود مالکیت داریم، به جهت اینکه یک مش سیاهکار، دروغ زن طماع و عقب افتاده جنایتکار، اینا جنایتکار بالفطره هستند. آدم ایدئولوگ جنایتکار بالفطره است، از جنایت لذت میبره، به خصوص که اللهی هم باشد که شهید به وجه اون نگاه بکند، که اون از آدم کشی و جنایت و استخوان سینه پیرزن رو شکستن و غرور جوانان رو پایمال کردن حس قرب به حق میکند، حس یک سکری به او دست میده، خوشحالی. خود مولا علی میفرماید که ما از کشتن برادرانمون عشق میکردیم، خوشحال می شدیم. بله، گیری همچین گروه افتادیم. خب، بسیاری از کسان در قرن بیستم و قرون گذشته، قرون ماضیه به قدیمی ها، گرفتار استبداد بودن. اما استبداد بریم تا استبداد، یه استبداد عرفی داریم مثل استبداد روزگار پادشاهی. یک مردی بود، ایرانی بود، آقا این محمد رضا شاه ایرانی بود، از قبیله ایرانیان بود، مستبد بود، بله، اما ابزار استبدادش چه چیزی بود؟
یه نصیریه بدبختی بود و دو سه تا دیگه جنرال بودن و نمیدونم این ثابتی بدبختی بیچاره بود و یه تعدادی مأمور و اینا رو هم که میگرفتن میبردن زندان. آقا یه چیزی بنویس برو بیرون، اگر دیگه خیلی جرمش سنگین بود و نمیدونم بمبی گذاشته بود و اینها حالا کارش میره. وقتی اوضاع احوال تنگ میشد میگو آقا من نمیخوام، یعنی اینکه رفت. این ابزار استبدادش بود. این دو سه تا جنرال بودن، نمیدونم رئیس ساواکی بوده، تعدادی ساواک حقوقی بودن، اینا در واقع کارمندان بودن و بهش میگوین استبداد عرفی، اما ایرانی بودن. اینها ابزارشون فرق میکنه با اونها، صد برابر اون روزگار اطلاعاتی دارن، امنیتی دارن، چاقوکش نمیدونم بسیج دارن، سپاه پاسداران دارن، مردم رو علیه هم تحریک میکنن. خمینی دستور داد که بچه ها برای پدر مادر رو جاسوسی بکنن و رزلترین ارازل بر مملکت حاکم است. در روزگار گذشته آقا یه کسی میخواست بره سر چار را بیسته، یه تعلیماتی میدید، شما یه افسر ایرانی رو میدیدید حذف میکردید، آقا باز این لباس و این نظم و این ترتیب و عرض کنم که این پرستیژ و کرای خونش رو نداشت بده افسر ایرانی، او نداشت، اما تو خیابون با چنان غروری راه میرفت که پنداری جهان مال اوست. یاد داریم این چیزا رو؟ تعلیم دیده بود، علم انضباط و در واقع حفظ پرستیژ، پرستیژ افسری. امروز یک مش دمپایی به پای ریشوی شکمگنده چاقوکش و ارازل و اوباش، هر جامعه ارازل و اوباش داره، همین آمریکا پر ارازل و اوباش. قرار است که شایستگان، دانایان جامعه رو راه ببرن، نه چاقو کشان و دزدان، چنان که امروز است. خب پس اینا رو داره، بسیج هم داره، مردم نادان جاسوس رو هم داره، حالا حضرت عباس رو داره، حبیب ابن مظاهر جز این استبداد هست، فاطمه زهرا به این استبداد داره کمک میکنه، قرآن کریم داره به این استبداد پشتبانی استبداد هست، الله مدینه پشتبانی استبداد هست، حضرت رسول خاتم الانبیا عرض کنم که جز این استبداد هست، داره این داره ازش مایه میگیره. شیخ صدوق هست، ملا محمد باقر مجلسی هست، همه اینا پشتوانه این استبداد هستن، غیر از اون آلات و ابزار مادی که در اختیار دارد اونا هم هستن. حالا دستت میره بالا میخوای بزنی به گردن استبداد، پایین نمیاد. حضرت عباس، امام حسین جز این استبداده، کمککار این استبداد. حسن مجتبی در واقع در سپاه این استبداد داره کمک میکنه. یعنی همه اینها که عرض کردم خدمت شما لشکر این استبداد هستند. حالا ما چگونه میخواییم این استبداد رو سرنگون بکنیم؟ کار بسیار مشکلی داریم. البته
سوال بسیار سختی است در پیش. این مستبدین گذشته در این اندیشه بودند که به وجهی که میدانند ایران رو برکشند، نام ایران رو برکشند و ایران رو قوی بکنند، وجهی که میدانستند. اینجا و اونجا آثار ایرانی رو میخریدن میبردن، همین شهبانو فره سرمایه گذاشته بود در اختیار کارشناسان تا آثار هنری ایران رو که هر جا دیدن بخرن و بیاورن به ایران. اون کار خیلی بزرگ قشنگی بود، کار زیبایی بود. اینها در اندیشه این هستن که این آثار ایرانی رو چگونه محو و نابود کنن. تمام بودجه های ارز کنن که ایران شناسی رو قطع کرد، موزه ملی رو در اختیار پسر دیوانه اون آخوند منتظری گذاشتن که بار کرد و رفت، معلوم نشد این آثار گرانقدر اجداد ما به کجا رفت. اون ضد ایرانی هستن، اینها دشمن ایران زمین هستند. حالا دشمن ذوق هستند، دشمن هنر هستند، دشمن عرض میکنم که اون چه زیباست و اون چه دلنشینه و اون چه نشاطی به دل انسان میآورد هستند، دشمن ایران هم هستند. در واقع اینا دشمنان این سرزمین هستند که این سرزمین رو به دست گرفتن با اون پشتوانه‌ای که خدمت شما عرض کردن. حالا تکلیف ما چیست؟ ما بایستی همه اینها رو که من عرض کردم از نماز خوندن گرفتن تا بقیهش رو جزء آیین اهریمنی به حساب بیاوریم، حداقل تا زمانی که ظلم در مملکت هست اینها رو جزء آیین اهریمنان، نماز خوندن این عادت اهریمنان است امروز. به مسجد رفتن و نماز خواندن و به حج رفتن و اینها از مراسم و مناسک اهریمنان، دشمنان ملت ایران است. ما باید از اینا طعن بزنیم، نکنیم کارا رو، نخونیم نماز رو. دین در خدمت آدمه، از برای انسانه. یک شانس برای زندگی انسان داره، این رو که نباید بریزدش به پای حبیب ابن مظاهر یا مادر وهب. هر دینی که مزاحم جامعه بود اون که دین نیست، بایستی مرخصش کرد، فرستادش به مسجد، آخونداش هم مسجد. هر دینی باید بره تو معبدش، به کار مردم کاری نداشته باشه. این همه تلاش های اروپاییان برای چه بود؟ شما تصور نفرمایید آسان به دست آمد. چند قرن رنج و زحمت مغزهای بزرگ تو توانست این داستانه حقوق انسان در پیشگاه خلقت معلوم بشود و جایگاه دین هم معلوم بشود. این شیوخ مسیحی گردن کلوپ رو همه رو فرستادشون تو کلیسا، هنوز هم اونجا جرأت نمی کنند وارد قضیه کار مردم بشود. به جهت اینکه قانون از ابتدا به نام مردم شروع می شود و حکومت از مردم است برای مردم. یه دستگاه خداوند در عرش و فرش و نمیدانم مسیح که رفت
نصف شب از سوراخ در آمد و پرید و پرواز کرد و اینها، اینا دیگه جزء میتولوژی و داستانهای دینی است، اینا خوشمزه است، در کلیسا باید راجبش صحبت کرد. بعد از گذشت این همه روزگار و 2500 سال تاریخ و اینا، تازه حالا ما برگشتیم به اینکه نامه علی به مالک اشتر. آقا علی آدم زاهد نادانی بود در کار سیاست، همه شکستاش هم به خاطر نادانیش بود، این نامش هم اثر نادانی بوده. یه کسی که یه عمری برای تو جان فشانی کرده مثل مالک اشتر، دیگه حالا تو این اتهامات نمیزنی زمینی، مالک مبادا دزدی کنی، مالک مبادا عراجیف، این هم از نادانیش بود. هر کس هم بهش خدمت کرد خواب و خاصه از میدان اومد بید. این حالا میخواد برای ما مردم 2500 ساله معیار بشه. آدمی که برای جان انسان ذره المثقالی ارزش قائل نبوده، این مولا علی ما. یه قمه تیزی دستش افتاده بود، کارش گردن زدن بود. حالا که داعشی آمدن، یک تصویر روشنی از اینکه اونا کی بودن به دست انسان امروزین آمده. تجسم کنید 6000 نفر رو آوردن دارن گردن میزنن. چنون که پسر زبیر زد طرفداران مختار رو، تجسم کنی ریختن به سر خانواده های ایرانی، این نماینده الله زنان و دختران بچه های نهاوند رو به تعداد هزاران گرفتن، اونجا ایستادن دارن میفروشن. سعادت بشری رو میخواد تعمیر کنن تعلیمات دین. مرداشن دستش از پشت بستن گردن زدن. با مسلمان ما مشکلی نداریم، اما با اسلام سیاسی مشکل داریم. به هیچ وجه من الوجوب با هیچ استدلالی هم نمیشود اینا رو توجیه کرد. و در این روزگار سعی کنیم رنگ ایرانیت رو قوی کنیم. آقا اسم بچه‌مون سمیه نذاریم پدر، اگر هم میذاریم در شناسنامهش فکر میکنیم سمیه به درد ما میخوره ما رو میبره بهش، یه اسم ایرانی صداش کنیم. آقا ما ایرانی هستیم. یک ذره توجه کنیم آقا به این هویت. با هزار کوشش ما سعی کردیم در این معده اسلام حل نشویم و نشدیم. اسلام و عرب امروز که این جرثومه های خود ما حاکم شدن و چماق به دستشون هست، باید نیروها رو چند برابر بکنیم. همه بودجه ها دست این هاست. یک جوان محترم و بزرگوار از خانواده بزرگوار 10-12 روز پیش، نمیگم کجا، ریختن سرش تو ماشینش، کتک و بزن و چه و فلا، دو تا کلمه حرف زده بوده، بردنش در قبر غل و زنجیر، توهین، تحقیر و کتک.
امیدش بوده است که میره بعد پیش قاضی، پنداری که اینا قاضی دارن، قاضی هاشون ما میشناسیم دیگه. گفته آقای قاضی من اینجا میخوام دادگاه دادخواهی کنم در پیشگاه این عدالت، اینها چنین کردند و چنین کردند با من. گفته از زبان تو سرخ است، تو در دادگاه دیگری بایستی دادخواهی کنی. زبان تو سرخ است یعنی چی؟ از اون ضرب المثل مشهور زبان پارسی است، زبان سرخ سر سبز میدهد بر بنی کار تو تمامه. قرار بازداشت، قرار بازداشت موقت. برگردوندم به سیاهچال. حالا چگونه می شود این تحقیر و این توهین رو از ضمیر این جوان زدود و غرور او رو بازگردان؟ بسیار بسیار مشکل است. به شما عرض کردم اینا اهل ذمه، چندین بار گفتم، چندین بار دیگرم خواهم گفت، اهل ذمه یعنی زرتشتی مسیحی. باید پول بدی به ما، میخوای دینتو نگهداری کنی، ما با ما باج باید بدی، پول باید بدی. چشم قربان، اجازه بده آتشکده های ما روشن باشه، پول میدیم خدمت. زرتشتی ها حالا جن هزار نفر بودن، پولاشون میدن خدمت یه آدم محترم ترین دیگه، معتمد ترین خدمت نماینده اسلام. پولا رو میذارید و شک میگه بلند شد، یک سیلی از این سو، یک سیلی از این سو، یک لگت تو شکمه که ای دشمن خدا مالیات رو به موقع بده. به موقع داده و یک اردنگ اون بزنه برای تحقیر، برای که تحقیر بشن و بر اثر این تحقیر مسلمان بشن. شما کرامت و بزرگی اسلام رو ببینید. بزرگان مملکت دید آقا این شود زیست، آقا این نمیشود، کتک خود از عرب پولم داد، چه بکنید؟ یه ده دست به شمشیر بردن، یه دم رفتن از مسلمان شدن. اونا آقا میریم آقا میگیم نشدن لا رای بگم. موضوع اینجاست که اقرار به توحید کافی نیست، باید اسم اون یه نفرم کنارش باشه، مساوی با خدا. با درود مجدد بر شما هموطنان گرامی، این داد و فریادی که ما میکنیم از نبود آزادی است. هموطن بایستی مردم آزاد باشن، آزاد باشن و مسئول اعمال خود باشن. وظیفه دولت صیانت از آزادی مردم است، نه بر سر مردم کوفتن و انبار اونها رو خوردن و بچه های اونها رو کشتن و اونها تجاوز کردن و مسئولیت نپذیرفتن. در اون مملکت هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداره. در واقع تیره ترین جای جهان ایران زمینه، زیبا و تاریخی ماست. خب عرض کنم خدمت شما که 30 سال است که ما در خدمت شما هستیم. البته حالا 15-16 سالش در تلویزیون بود. یک بدهکاری هم من به شما دارم و اون کتاب مقالطات هست. این مهمترین کاری است که من میتوانم انجام بدم و به گمان خودم مفیدترین
محیط ترین مبحثی است که بایستی در جامعه مطرح شد. این که من بنشینم 6 سال 7 سال چنان که در تعلیف اون کتاب شاهنامه گذشت میسر نیست، هیچ اعتباری نیست به این بگفت و به این بزار. بله گفت مرا در منزل جانان چمن ای شون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندی محمل ها. بران شدم که این مقالاتات رو در مجلدات مختلف، جلد اول رو منتشر میکنم، بعد اگر زمان باقی بود و فرصت بود مجلدات بعدی. این است که روی جلد نخستین دارم کار میکنم. مطالب اینها رو من سالهای درازی است که آماده کردم، فقط بایستی رجوع کنم به اینها و انتخاب کنم و بنویسم و به چاپ برسم. این است که جلد اول رو منتشر میکنیم چنانچه توانستیم و زمان اجازه داد و ما در اون درجه بودیم از تمرکز فکر و سلامت جسم. بقیه مطلب، اروپا هم به سعادت نرسید تا این مغالطات رو از زبان بیرون نکرد. تا ما این مغالطات رو از زبان بیرون نکنیم کار ما به جایی نمیرسه. گفت سخن را سر است ای خداوند و بان. ما از بام تا شام هر چی میگوییم مغالطه است، یعنی دارای هیچ گونه ارزشی نیست و به هیچ حقیقتی راهبر نیست. اینا رو باید بشناسیم. هم این اشرافیت اروپا بسیار بسیار کمک کرد به علمی شدن ذهنیت جامعه اروپایی. دانشمندان رو می آوردن در دربار، در استخدام دربار، مثل فردریک کبیر و دیگران، و از اینها میخواستند تا مقالات مختلف بنویسند و بعد به هزینه خودشان مجلات علمی ابداع اختراع کردند و منتشر کردند و مردم خواندند و تفاوت بین لاطائل و سخن درست رو دانستند و رفته رفته این تمدن جدید ساخته شد. این یک نکته مهم. خب ما این شخصیتی داشتیم به نام ذبیح الله منصوری، خدا رحمت کند. این ذبیح الله منصوری قلم شیرینی داشت و جامعه ایرانی رو کتابخوان کرده بود. این خدمت بزرگی است. اما هر چه می گفت دروغ بود. یعنی حقیقت ا رو می گرفت، حقیقت بیرم میگیره، بینا بینش خودش داستان سازی میکرد. مثلا میدانست که تیمور لنگ رفته شیراز، این یه حقیقت تاریخی است. میدانست که عرض میکنم شاه منصور از خاندان مظفری مدافع شیراز بوده، با 3000 نفر سوار جنگیده و کشته شده. اینا رو میدانست و میدانست در روزگار حافظ بوده. بقیهش رو دیگه میساخت. من به یاد دارم شخص مخلص خدمت شما، منتظر میشدم سه‌شنبه یا چهارشنبه بود، سفید و سیاه میامد به شهر ما، میرفتیم پیش آقای خادمی. آقای خادمی ببینید، بعد من باسی از کوچه سومگردا رد میشدیم تا برویم بالا. سومگرد یعنی خر. در شهر ما کوچه سومگردا
یه کوچه مسجد حاجی بود، میگفتن کوچه سنگردا. اینا به قدری متعصب دینی بودن که به اینا میگفتن خر. باری ما این رو میگرفتیم، نمیشتونستم صبر کنم برسم منزل و این رو بخونم. در بین راه بدون توجه به اینکه آقا یکی داره میاد خرش رو بار انگور ریخته میاد، یکی داره با دوچرخه میاد، یکی شاخه درخت، دو سه بار این شاخه های درخت رو سر صورت ما فرو میرفت و ما برسیم منزل. اینو خونده باشیم در راه، اینقدر شیرین مینوشت. سرگذشت تیمور لنگ به قلم خود او. یعنی چی؟ یعنی تیمور اینو نوشته. مأخذ چی؟ هیچی. مرجع کجاست؟ نداره. هویدا آدم کتابخونی بود، میخواند و تلفن میکند به آقای بهزادی که سردبیر مجله سپید و سیاه بود. خودش زنگ نمیزنه، سکرتری نخست وزیر زنگ میزنه، میگه آقا آقای نخست وزیر میخوان مأخذ اصلی آقای ذبیح الله منصوری رو ببینن. خود آقای بهزادی نوشته در خاطراتش، میگوید من این منصوری رو از دفتر صدا کردم در بالا یا در پایین، آقای منصوری آقا از دفتر نخست وزیر خواستن مأخذ اصلی که شما دارین ازش استخراج میکنین میخوام ببینم. گفت چشم میارم، چشم میارم و چشم میارم. دو سه هفته گذشت، باز زنگ زدن، چشم میارم چشم میارم. خود نخست وزیر زنگ زد، هویدا بسیار عصبانی که آقا این داستان چیست؟ ما کتاب ما صداش کردیم، گفتیم آقا کار بالا گرفته، مرد حسابی این کتاب رو بیار. آقا کتابی نیست که من بیارم، اینا رو خودم میتراشم. تیمور لنگ که نویسنده نبود که کتاب بنویسه که. گفت پس چرا این کارا رو میکنی؟ میخوام خوشمزه باشه، مجله شما فروش داره میره بابت این مقالات من. از این آدم. بعد فضا فضای فرنگ زده بود، اگر که نویسنده ایرانی بود در تحریری کتاب کسی نمیخوند، بسی خارجکی باشه روش. اینا میره به اختراع میکنه. خواجه تاجدار، خواجه تاجدار یعنی آقا محمد خان خواجه، نویسنده ژان گوره. حالا پیدا کن پرتغال فروش رو، ما هرچی دنیا رو گشتیم ژان گوره پیدا نکرد. عارف دهیمدار نوشته آلفرد مثلا فلان، هرچی میگردیم این آلفرد اسمیت در جهان هستی وجود نداشته، خودش هم رفرانسی نمیداد که بگه آقا این هم چه آدمی بوده، داره تولدش بوده، اینجا زاده شده، این هم کتاباش یکیش هم این کارش این بود. سینوهه و مسخره اینجا بود که من تو محافل میبینم که بحث تاریخی میشه از ذبیح الله منصوری، از خودم نقل قول میشه که بله اینجوری سینوهه اینجوری. یکی از کاراش مغز متفکر آدم شیعه، جهان شیعه، مرکز مطالعات استراسبورگ. ایرانی استراسبورگ که ببینه میبینه میخونه. بله ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. هیچ ترجمه، هیچ ترجمه است و نه این چیه اولی من درآوری. حالا من میخوام تئوری نور از جعفر صادق، تو فکر شما کنید تئوری نور از امام جعفر صادق. امام جعفر صادق بابا، امام جعفر صادقی بود چیز میگرفته از مردم، خوش خورم میخورد و میگفت من ثروتمندترین آدم ها هستم در این مدینه، ولی پول میگیرم، چون پول به من میدید شما سعادتمند میشید. میگرفت زیر نهالی. تئوری نور چه میدونست چیه این بیچاره؟ بعد قراخون بود. خب تئوری نور از نظر جعفر صادق،
برای شما میخونم که اگر برخورد کردید به آثار مرد، بدانید که داستان چی است. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. ما راجع به نوره دیدیم نظریه داره ایشون، بسیار نظراتشون نسبت به نوره خیلی زیاده و خواص نوره، ولی نور جرسون. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه راجع به نور می باشه. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما می آید و از آن نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما می آید فقط قسمتی به چشم ما میتابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم، و اگر تمام نوری که از یک شیء دور به چشم میآید به دیده برسد ما شیء دور را نزدیک خواهیم دید. مطلقا و ابدا چنین چیزی نیست. و اگر بتوان چیزی ساخت که بدان وسیله تمام نوری را که از یک شی دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 زر میچرد در فاصله 60 زری خواهیم دید، یعنی 50 بار او را نزدیکتر. بیچاره بدبخت پیداست فیزیک هم بلد نبوده. اصلا چنین نیست. این که تلسکوپ ساخته شد مکانیکش چنین است، به سادگی عرض کنم. یک لنز جلو داره، بهش میگن ابجکتیو لنز. یک لنز عقب داره، مثل ذره‌بین تصویر رو بزرگ میکنه، بهش میگن که آی لنز بهش میگن. اون لنز جلو یک تصویر وارونه میده برعکس، و این یکی اینا فاصله کانونیشون البته محاسبات داره، به حالت ذره بین عدسی محدبی است، بزرگ میکنه. اون بزرگ میکنه بستگی به این نداره که نور اون چقدر داره میرسه. شما با دوربینای خوب صبح زود که نور کم هست میتونید رو پاور 8، یعنی 8 برابر ببینینش. وسط ظهر هم همون دوربین نور بیشتر میاد، همون 8 برابر بیشتر نمیبینینش. بعد از ظهر هم همینطور هست. حالا میتوانید دوربین بسازید که 80 برابر ببینید. این آقا فکر کرده اگر نورایی که به اون برخورد میکنه میاد به چشم میرسه، اگر همه نوراش بیاد ما اونو خیلی بزرگ میبینیم. اینم علمش. خب این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت، و بعد از اینکه در جنگ های صلیبی اینا رو همه داره میسازه، لاتائل و اباطیل داره میسازه و میره جلو به اطراف رفت، و بعد از اینکه در جنگ های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل شد و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. برید آقا دپارتمان فیزیک کمبریج بگین آقا اون تئوری جعفر صادق بود. این کاراش خائنانه بوده. عذر میخوام از شما. خب تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این تئوری راجر بیکون نوشته است. راجر بیکنه، حالا ایشون نوشته راجر بیکون، انگلیسی، استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان بود. تئوری او راجع به نور همان است که جعفر صادق گفت و مثل جعفر صادق اظهار کرد. اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دوردست را به چشم ما برساند ما آنها را 50 برابر نزدیک خود خواهیم دید. بله، همچنین نظریه بود که سبب گردید در سال 1608 میلادی بعد فلاماندی اولین دوربین را اختراع کرد، و همون دوربین است که نمونه شد برای اینکه گالیله معروف بتواند دوربین فلکی خود را بسازد
و او دوربین فلکی خود را در اولین ماه سال 1610 میلادی به کار انداخت و در شب هفتم ژانویه با آن ستارگان آسمان را اندازه گذرانید. به طوری که میبینیم بین تاریخ ساختن دوربین از طرف مخترع فلاماندی و گالیله بیش از 2 سال فاصله وجود ندارد و چون گالیله دوربین خود را در اولین ماه سال 1610 مورد استفاده قرار داد، میتوان گفت که از 2 سال هم کمتر میباشد و لذا بعید نیست که فکر ساختن دوربین فلکی در یک موقع به خاطر هر دو رسیده باشد. حالا اگر تئوری نور از طرف جعفر صادق ابراز نمی‌شد، آیا فلاماندی و گالیله می‌توانستند دوربین فلکی بسازند؟ ابدا ساخته نمی‌شد آقا جعفر صادق. و گالیله اجرام دنیای خورشید مورد توسعه قرار بدهد، مورد تجسید قرار بدهد و با مشاهدات خود نظریه کوپرنیک و کپلر را مشعر بر اینکه اجرام دنیای خورشیدی از جمله زمین به دور خورشید می‌گردن تعیین نماید. نه اصلا هم چیزی نمی‌شد. اختراع دوربین فلکی از طرف گالیله طوری مردم را به وجد آورد که سناتورها ونیز و حتی رئیس جمهور ونیز شاهد شدند که با آن اجرام دنیای خورشیدی را ببینند و گالیله دوربین خود را نمیدونم از فلانجا به فلانجا آورد. بله میگوید میدانیم که بعد از اختراع گالیله چون مراحل عطارد و زهره و قمرهای مشتری به چشم دیده شد، چه تأثیری برای تایید نظریه کوپرنیک و کپلر کرد. باید این واقعیت را دانست که ارسطو حکیم معروف و دارنده فلسفه مشهور مشائی و بعد از او بطلمیوس که 5 قرن پس از وی آمد، علم نجوم را مدت 1800 سال از قرن سوم قبل از میلاد تا قرن 15 به تأخیر انداختند. چند نفر از حکما از جمله اریستارخوس گفته بودند که زمین به دور خورشید می‌گردد و هم به دور خورشید به دور خود می‌گردد هم به دور خورشید و از گردش زمین به دور خود روز و شب به وجود می‌آید و از گردش زمین به دور خورشید فصول سال. بعد می‌گوید ارسطو یک متفکر فلسفی بزرگ بود و کتاب‌های او به اسم ارگانون و فیزیک و غیره از کتب جاوید فرهنگ بشری به شمار می آید. قاطی کرده اصلا یا آقا. خیلی خوب، حالا بعد میان اینجا صحبت از عرض می کنم که نظریه ذره‌ای بودن نور و اینها میکنند که مایه خنده و مسخره است. یونانی ها بر این بودند که نور از ذرات درست شده، ذرات. ما میرسیم به عرض میکنم که یک دانشمندی انگلیسی به نام ببخشید هلندی به نام هویجی، این بابا گفت بابا این نور موجه، ذره نیست. و این هایجین همون اولین کسی است که پاندول رو ساخته برای ساعت و خیلی کارایی کرده، فیزیکدان خیلی خیلی دانایی بوده. مرحوم نیوتن ذره‌ای بودنش در واقع نظر داد، آقای اینشتین هم ذره‌ای بودنش، و بعد کوانتوم مکانیک اومد و یک چیز شگفت‌انگیز رو به اثبات رساند که پدیده نور هم موجی است و هم ذره‌ای، هم موج هم ذره است و در واقع جیمز کلرک مکسول در 4 معادله این داستان رو نشان داده، بسیار بسیار اهمیت. خب حالا آمده اینجا این مؤمن رحمت الله علیه
از همین داستان خونم. به طوری که گفتیم در دوره جعفر صادق صنعت دارای رواج و قوت دوره تجدد نبود و لذا جعفر صادق که تئوری نور را ذکر کرد خود نتوانست دوربینی بسازد. جلال خدا چطور نتوانست بسازد جعفر صادق و با اون اجرام سوانی سماوی را از نظر بگذراند؟ حالا تجسم کنیم جعفر صادق رفته سر چیز مسجد دوربین ساخته و کشیده به آسمان. این هم حرفای آقای زبیالله منصوری. حواستون باشه هر جا دیدید شیرینه کتاباش بخونید، ولی همش رمانه. مملکت های دیگه هم داشتن رمان های تاریخی و از این داستان ها جای دیگه هم بوده از این دروغ های شاخدار. خب حالا قرار است که ما یه بزرگ این آخوند خندان رو نگاه کنید. آخوند خندان این آقا اسمش هست صالحی نجف آبادی. هر می شود خدمتتون که یک کتاب نوشت به نام شهید جاوید، داستان امام حسین هست و کشته شدنش و این داستان و سر و صدای بسیار بین آخوندها به راه افتاد و اون سازمان امنیت سابق به فکر این افتاد که از این اختلاف آخوندها استفاده کنه. مش اسناد ساواک و اینا هم اینجا هست که من کاری به کارو ندارم. حالا بگذاریم چیزها نوشته واسه بیارم بخونم خدمتتون. اما هر جا که کمیت لنگ شده آبیخته به دروغ. آخوند شیعه تا حالا راست نگفته. شیعه گری از اونجا شروع شد، با دروغ شروع شده و اون دروغ این که حضرت محمد در آخرین سفرشون حجة الوداع گفت من که فوت شدم این علی جانشین من. اصلا همچین چیز خبری نبود، اصلا کشتار میشد در اون بیابان بر سر این داستان. خود حضرت علی علیه السلام هم هرگز مطلقا در این نهج البلاغه به این قدر مطلقا در طول زندگیش اشاره به غیر قوم نداره. در جمیع احادیث که آدمای درست حسابی چیز کردن همچی چیزی نیست. بنابراین شیعه‌گری با دروغ شروع شده و با دروغ ادامه پیدا کرده و ما هم آویختیم به این شیعه‌گری که تلخی این اسلام رو اندکی با این دروغ ها شیرین کنیم. حالا مثل دوالپا پیچیده به گردن ما رو داره خفه میکنه شیعه‌گری. یه جا میگوید از جمله خیانت های ابن زیاد و شمر ملعون این است که حضرت رو کشتن احادیثش ناگفته مون. ما میدونید که یه حدیث هم از امام حسین نیست، احادیث بیشتر جعفر صادق و دیگران ابن عباس به خصوص خیلی هستن که اینها علم حدیث تکی بری نداره. حضرت حسین علیه السلام یه حدیث هم نداره. این آقا گفته که چون او رو کشتن مرد حسابی 62 سالش بود این مرد دیگه، تا 60 سالگی اگر حدیثش نگفت گذاشته بود کی بگه. آخونده دیگه، آخونده چیه 60 سال یه حدیث نمیتونست بگه. شهید جاوی دروغ مثل آب روان. اصلا دروغ جزء لاینفک زندگی ما شده هموطن، متاسفم اینو بگم، چون با راست گفتن تو مملکت زندگی نمیشه کرد. میسر نیست.
وقتی زعمای قوم وجود مبارکشون با دروغ ساخته شده و جزء لاینفک دینشون هست دروغ، شما چگونه میخواید دروغ رو از مملکت ریشه‌کن کنید؟ خب یه کتاب دیگه دارم اینجا، موسیقی در تاریخ و قرآن، اینم در قم نوشته شده، تألیف علی اسماعیلی پور. حالا میخوام یه بخشی براتون بخوانم که شما محظوظ بشوید. خب اینجا از قرآن شروع میکنیم. خب یک آیه هست، این برای نضر بن حارس شروع شد، برای نفی شاهنامه فرد، نه شاهنامه فردوسی، خدای نامه. بالا خدمتتون عرض کردم نضر بن حارس خیشی هم با حضرت رسول داشت، آمد به ایران، داستانهای رستم و اسفندیار و رستم و سهراب و سایر داستانهای بسیار نیرومند و شیرین پارسی رو آموخت، برگشت به عربستان. حضرت هم داشتن دعوت می‌فرمودند و این قصه های یونس و موسی و ابراهیم و این چیزها رو می‌گفتند. ایشون هم گفت آقا بیایید من داستان‌های زیبای پارسی برای شما آوردم. این اساطیر الاولین که ایشون می‌گوید چیزهای بیمزه است. تعداد اعرابی که دور ایشون جمع می‌شدند بیشتر از رسول بوده. خب اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا باید گفت که امنیت ملی اقدام کردی مرد حسابی، خدا و جبرئیل و رسول دست به دست هم دادن که این مرد رو از میان بردارن، آیه نازل کردن براش و اون این هست فجتن و رجسن من الاوثان و اجتن و قول الزور. اوسان جمع وسنه یعنی بود. میگوید از پلیدی های بوتا دوری کنید. بهار میگوید این گونه سخن گفتن حد همه کس نیست، داند شمن آراستن روی وسن را. شمن یعنی بت پرست، تمثیلی کرده خودش نسبت به خودش، میگه همون گونه که پرست بت خود رو به زیباترین وجه درست میکند، من هم میدانم سخن خود رو چگونه آرایش بدم. این گونه سخن گفتن حد همه کس نیست، داند شمن آراستن روی وسن را. زور یعنی حرف مزخرف، حرف باطل. این برابر تفسیر همه مفسران بزرگ در حق نضر بن حارس گفته شد، اینا سخنان باطلی است، یعنی در واقع دشمنی با ایران و فرهنگ ایران از اینجا آغاز میشه. این نقطه اولینش هست. حالا آخوند داره ادامه میده بعد از 1400 سال. نضر بن حارس هم عرض کنم که بعد از این داستان و اینها که پراکنده کردن اعراب از اطرافش، رفت ترانه ها می ساخت و چیزها می گفت. آدم پروتستانی بود. در جنگ بدر در 90 سالگی اسیر شد. وقتی که دستاشو بسته بودن و می بردن اسرا رو، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن یا علی برخیز، نظر پیامبرت رو به جا بیار. مولا علی کرم الله وجهه قمر رو از کمر کشید، بعد از مبالغی
شکنجه که حتما فرو میکرده تو شکم این بابا و اینا، سر این شاعر 90 ساله رو برید، سر بریده رو برد خدمت رسول، نظر رسول ادا شد. این آیه متعلق است به چیز. حالا بعد اومدن چه کردن؟ به موسیقی چسباندن، به نمیدونم به مجسمه سازی چسباندن، خلاصه هر جا که آخون چیزی رو نداشت میومد سراغ همین آیه. خب اینجا این آقا چسبوندتش به موسیقی. خب میگوید که بله، میگه این آهنگ و موسیقی که تحقیر کننده هم هستن، سایه شوم و نفرتبار خود را، یعنی موسیقی شوم و نفرتبار، شما فکرشو بکنید، بر دامنه حیات طیبه آدمی گسترانده است. کوچکترین خلل و خدشه‌ای در سیر روند استکمال روحی و روانی انسان‌های رشد یافته و مخلص نخواهد داشت، زیرا که آنان با استعانت از رهنمودهای حیات بخش قرآن کریم به مرتبه والای اخلاص در نیت و عمل نائل گشته که شیطان را بر آن راهی نیست. بعد آیه رو آورده است، وشتن بود رست من الاوسان، وشتن بود قول زور، از پلیدی حقیقی یعنی بوتا اجتناب کنید و نیز از قول باطل مانند دروغ، شهادت ناحق و سخنان لهو و قنا. اصلا این چیزا نیست، فقط مقصود داستانهای خدای نامه بود که نزد ابن حارس میگفت، بقیه شون یه آخون در بود. دوری کنید. فهم درست و دقیق آیه مذکور تا حد زیادی وابسته و منوط به درک و فهم معنای دقیق و روشن لغت زور دارد. لغت شناسان در این باره نوشتن زور، اینا دیگه لاتایل گفته ازش میگذره. خب بگذاریم. اخیراً کتابی تحت عنوان مقدمی بر شناخت موسیقی در اسلام به چاپ رسیده. انسان وقتی این عنوان پرطمطراق را به روی جلد کتاب می‌بیند، پیش خود گمان می‌کند به طور حتم و یقین نویسنده آن یک بحث گسترده و مبسوطی در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی خواهد داشت و موضع و پایگاه پدیده موسیقی را در افق قرآن و مدارک اصیل اسلامی روشن خواهد ساخت. لکن وقتی کتاب را باز می‌کند، ملاحظه می‌کند که با این مقدمات عجیب و غریب آغاز می شود که بسیاری از محققین تاریخ و هنر را می بینیم به علت تحریم موسیقی جبهه ضد اسلامی یافته و اسلام را عامل نابودی موسیقی و هنر قومی خیش تلقی کرده، و علاوه بر آن که این حرمت را نقص در جهانبینی اسلام می پندارد و آن را وسیله قرار می دهند برای تازش به مذهب، نویسنده مذکور برای اینکه به قول خودش نظر بزرگترین محققان و دانشمندان تاریخ و هنر را به سوی فرهنگ اسلامی جلب کند و این نقص بزرگ بله را در جهان بینی اسلام برطرف سازد، تا بدین وسیله خدمتی به اسلام بکند. البته که فلان بگذاریم، او می نویسد محمد موسیقی که مبتنی بر ارزش های انحرافی بود تحریم کرد، که یک تحریمی بود روشن بینانه و واقع گرایانه، تحریمی است منطقی و موقت، نه ابدی و سرمدی. قول نویسنده یعنی این که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم موسیقی را حرام اعلام کرد، یک حکم شرعی موقت و ناپایدار میباشد، و اکنون که جهان معاصر شاهد بزرگترین تحولات در عرصه هنر موسیقی گشته است، این حکم دستور پیامبر اکرم مبنی بر حرمت پدیده موسیقی را بایستی منسوخ و بی‌اعتبار تلقی کرد. ناگزیر میباید حرام خداوند را حلال و حلال او را حرام کنیم، تا بدین وسیله توجه آدمیان را به سوی فرهنگ و معارف اسلامی سوق دهیم. نویسنده مذکور به جای اینکه به بررسی علل و فلسفه حرمت موسیقی
در قلمرو فرهنگ اسلامی توجه کند و با مراجعه به تفاسیر معتبر شیعه و سنی و همچنین کتب رواقی همچنین وسائل شیعه و غیره و غیره و بهار الانوار سعی کند علت ناسازگاری مبانی اعتقادی اسلام را با پدیده موسیقی حرام بیابد و برای نسل جوان بازگو کند، به اون دست از روایات تمسک جسته است که هیچ ربطی به موسیقی ندارد. حالا بنده خدمت شما عرض می کنم که تمومی یا تمام شد؟ تمام شد که دیگه حرفی نیست. هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. در باب این حضرت در هفته آینده صحبت میکنیم، ببینید چه چیزا و چه فوشای رکیک به عرض کنم که موزارت و باخ و اینها داده، اینها رو زناکار گفته و از اینجور داستان ها، داستان آخوندی. خداوند مملکت ما رو از شر آخوند حفظ بکنن. من نمیدونم دیگه چه دعایی باید کرد و کجا باید آویخت. به همت ملت بزرگ ایران شر آخوند پلید و حکومت پلیدترش بایستی از این مملکت کنده بشود. با سپاس از سپهر تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.